بیمارستان امیرالمومنین که انشالله شاهد بهره برداری از این بیمارستان هستیم، در مساحت 22 هزار متر مربع با 230 تخت و بر اساس آخرین معیارهای بیمارستان سازی تیپ ساخته شده، بیمارستان بسیار مدرن و مجهزی است با پد هلیکوپتر و با بخش‌های CCU، ICU، بخش‌های درمانگاهی و معیارهای بیمارستان جنرال به صورت کامل داره. هزینه ای که برای بیمارستان شده، من جا داره تشکر ویژه داشته باشم از بیت حضرت آیت الله العظما خانساری، آیت الله خانساری اینجا هزینه کردن و وزارت بهداشت 300 میلیارد تومان که شامل تجهیزات، تأسیسات، نیروی انسانی و زمین ساختمون است که مجموعاً 300 میلیارد هم وزارت بهداشت هزینه کرده. واقعا منشأ خیر و برکات بوده که در ایام کووید آقای رئیس جمهور 1000 بیمار کووید تا الان در اینجا پذیرش شدن و خدمات گرفتن با کیفیت بسیار خوب، که در ایام پیک سوم کرونا 1000 بیمار کووید 19 در این بیمارستان خدمات گرفتن و بستری شدن. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر قدیر. ما هم از جنابعالی هم از آقای استاندار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از بیت مرحوم آیت الله عظما خونساری تشکر میکنیم به خاطر تلاش هایی که انجام دادند برای تکمیل این بیمارستان که خب نقش بزرگی هم به عهده داشته و به عهده خواهد داشت، مخصوصا در برابر ویروس کرونا در شرایط سخت امروز. تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای تکمیل این بیمارستان تلاش کردند و عرض سلام دارم خدمت مردم بزرگ شهرستان قم، علما، حوزه علمیه، مراجع تقلید، اونجایی که به عنوان ملجع همه مسلمانان و به ویژه شیعیان جهانه. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، بهره برداری از بیمارستان 231 تخت خوابی امیرالمومنین علیه السلام در قم آغاز بفرمایید. علی برکت الله.